نوبت درگاه تو نیست عبدالوفا. این از گذشته درتا مانده. کمک به حالی شب پیمان شکنیست و جزایی جز این ندارد. این پیمان بوی برادر کشی میدهد. این خیانت توست به خاندانت. او در پناه من است ابولهب. اگر شمشیری از نیام بیرون آید جوابش شمشیر خواهد بود. این عموزاده من حمزه است که روی پوشیده از شهر میگذرد و درشتی میکنند. از غبار راه پوشیدم، با دشمنم چهره به چهره حرف میزنم. مرا دشمن خود بخوان، بگو آنچه دارم. گوش شنوا و چشم بینایی نمیبینم. چشم و گوش مکه منم حمزه. حرفت رو بزن. من خیلی منی هاشم میخواهم. خیر تو شر توست ابو سفیان. کج راه نرو حمزه. من اگر پای عهدنامه تبعید محمد و پیروانش را مهر نهادم، بیم داشتم مبادا محمد با این کار خدایان خون این شهر را به جوش آورد. بازش کنید. مکه خیانتکاران را در خود جای نمیدهد. آنکه پناهش داده ای دیگر نمیتواند اینجا بماند. ساموئیل، فردا پیش از غروب آفتاب این شهر را ترک میکنی. در طول 7 سالی که از دعوت پیامبر میگذرد، مشرکان تنها به آزار و شکنجه راضی نشدند و در پی آن بودند که پیامبر را به قتل برسانند. این چنین است که محمد و یارانش از مکه بیرون آمدند و به شعب ابی طالب میان 2 کوه نزدیک مکه پناه آوردند. مشرکان نیز راه ورودی شعب را بستند تا بر اساس پیمان نامه‌ای که امضا کرده بودند مانع ورود غذا و کالا و رفت آمده اهالی مکه شوند. اینک 3 سال است که ما مسلمانان در این دره خشک و با نهایت رنج و تنگدستی و گرسنگی کودکان به سر میبریم. پیامبر فرمود نوزاد دختر دریست گشوده از درهای بهشت بر روی شما. قدمش مبارک. او نام مادر خود را بر روی دختر شما گذاشت، آمنه. و این خرما را به تبرک داد و فرمود شیر مادر را زیاد میکند. تا کجا رفتین؟ 5 روز راه بی‌حاصل، دریغ از یک دانه جو، دریغ از یک قبیله بیابانگرد که سکه ما بردارد. خبر تحریم تا دورترین قبایل رسیده. نترس، این آوازه دین خداوند است که پیکایشان ناخواسته به همه جا رساندند. پیامبر در گوش نوزاد زمزمه‌ای کرد، دلم روشن شد. گشاگشی در راه است. سران مکه باور نمی کردند که محمد و یارانش چنین صبر و تحملی را از خود نشان دهند. استقامت مسلمانان باعث شد تا نشانه‌هایی از تفرقه در میان سران مکه به چشم بخورد. ابوطالب، سران 10 قبیله در دار و ندوه گرد هم آمدند به انتظارتان. مراقب خانه پیامبر باشید. علی جان، کار تقسیم تمام شد، پیامبر تنها نماند، در کنارش میمان. بروی چشم بدم. برای خیشانم در بنی هاشم مکه به استقبال محمد می رود. اگر خواست بزرگان این است، چشم بر خدای دیدنی می بندیم و دل می سپاریم به خدای نادیده. تو بگو آس، حاضری سفرت را با غلامانت؟ تو شام حاضری زنت به پشتگرمی خدای محمد حرف روی حرف تو بزنم؟ تو میخواهی دکان عیش و نوش کاروانیان را تعطیل کنی؟ پس تو هم پدرانت را انکار کن. همه خدایان زائران را بشکنید و بنشینید به انتظار تا کی کاروانی از این سو بیاید. اگر سود بزرگان در این است، پس چرا من همراه شما نباشم؟ بزرگ قریش، مکه روز می شمارد تا تو را دوباره در جمع خود ببیند. بزرگان هنوز صدر مجلس را به نام تو می شناسند. خوش آمدی ابو طالب. وقت تنگ است و گفتنی بسیار. من صدای جمع می شوم تا با تو خلاصه کنم. مکه روز به روز بزرگتر می شود و نامآورانش کوچکتر. تا همین چند سال پیش این شهر بازرگان بزرگی چون خدیجه داشت. میدانی محمد امروز می توانست در چه جایگاهی باشد؟ نه بالاتر از آنچه هست، برگسیده خداوند. ابو طالب، سمرحج امسال خیلی بیشتر شده. خواستم از جمع جدا شویم چون رازی دارم که فقط با تو می شود گفت. دل من به دعوت محمد روشن شده، اما می خواهم بدانم او چه بهایی می پردازد تا ابو سفیان به آیینش درآید. ایمان مال و تجاره نیست ابو سفیان. او برگزیده خدا باشد، من هم مریدش، با هم پیمان می شویم. چه عطری خوشبوتر از دستهای بیعت کننده. می شود دل را از ایمانش سرشار کرد، اما جهان این مردمان را نیاشفت. ابو طالب، آیا این مردم خدا ندارند؟ مناسک نمی دانند؟ نگو نه. کافیست محمد خدایش را در دلش نگه دارد و در رونق و عزت شهر سعیم بشود. و تو هم همینطور ابو طالب. با نامت می توانی همچون گذشته کاروان بزرگ شهر را رونق بدهی. خودت خوب می دانی نشان دادن ثروت مکه بیهوده است. نقاب از آن قصه دیگری که پنهان کرده ای بردار. ابن هر قصه دیگر؟ با من بیا. طاقت این قوم به سر آمده، همه یک رأی و یک پیمان. سپیده که زد از دست من هم کاری ساخته نیست. جنگ قبایل، آنها که خود را به حراکت می‌افکنند خونبها ندارم. هرگز نه بر خونی پا گذاشتم نه خونی بر دامنم نشسته مگر اینکه دیگران نشانده باشم. ابوطالب، اگر محمد دست از ادعایش نمیکشد بنی هاشم دست از حمایت او بردارد، آنگاه شمشیری در میان نخواهد بود و تیغ بر گلوی مرد بی حمایتی بنشیند که پیامبر خداست. وقتی آسیاب جنگ به چرخش در میآید بنی هاشم دانیست میان سنگ زیرین و زبری. مهلت تا آفتاب فرداست. دیدی که پروردگار تو با فیل سواران چه کرد؟ آیا نقشه آنان را در مسیر تباهی قرار نداد؟ خداوند گروه پرندگانی را فرستاد تا با سنگ‌های کوچکی آنان را هدف قرار دادند و سرانجام ایشان را چون برگ خورده شده متلاشی ساخت. پدر جان، پیامبر شما را می‌خواند. محمد پیامبر خدا مأموریت یافته تا پیام پروردگار را به بانگی بلند به شما برساند. پیام خدا بر محمد که سلام و درود بر او باد این است: عهدنامه تحریم مسلمانان دیگر باقی نیست. همان پیماننامه‌ای که سران قریش بر آن مهر نهادند. پسر عبدالمطلب پیماننامه را او نبسته تا بخواهد رأی به اتمامش بدهد. قبایل قریش بزرگانی دارند، خدایانی دارند. کجاست خدای نادیده محمد که جرأت کند در مقابل خدایان ما بایستد؟ لات و عزی و هبل برای این مردم برکت و امنیت آوردند. خدای محمد برای پیروانش چه آورده جز فقر و فلاکت و گرسنگی و مرگ؟ پسران عبدالمطلب، همین بود واگویه های مردی که از جانب خدا حرف میزند؟ پیر و جوان، زن و کودک را به میدان کشانده اید که پیمان نامه قریش را بی‌اعتبار کنید؟ در ملأ عام بگویید کو حجت شما؟ کو حرفی که به شنیدن بیارزد؟ و چون حجتی ندارند پس بدان ابوطالب پایان این پیمان نامه زمانی است که من بخواهم، که بزرگان قریش بخواهند. اگر جز این باشد پاسخ مکه به شب جنگ است و شمشیر. با کدام پیمان نامه بیرق جنگ و ستیز برافراشته اید که راه سران خود نمیخواهید پیش از آلودن کسی جز ساحران از عهدنامه سربسته با خبر است. عصای موسی را هم چوب ساحری دانستند، باورش نکردند، جادوگرش نامیدند، ولی او پیام آور خدا بود. جز خداوند یکتا همه چیز باطل است و فناپذیر. ای مردم، این را نشانه دعوت حق بشمارید و به خدایی رو کنید که بی همتاست و نامش پایدار. من پیمان نامه ای نمیبینم که با عمر پدر بماند. روزیان هست ابو سفیان. بیش از این تردید نکن، تیغ تو هنوز میبارد. ابو طالب حامی محمد است، کاری نمیتوان کرد. محمد بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما